قسمت پنجره به مسیر مجسمه در غرب لندن اومدیم. سری به کارگاه هادی محب‌علی میزنیم. از نگرانی‌ها و هیجانات در مورد پیشرفت هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم. نگاهی به برباد رفته از پویا آریان‌پور می‌کنیم و در انتها مجاب رو از هیدو هدایتی می‌شنویم. به یک قسمت دیگه از پنجره با من مارال خوش اومدید. به مسیر مجسمه پادنی در غرب لندن اومدیم. مسیری که مجسمه های آلن تورنهیل، مجسمه ساز انگلیسی، فضای اون رو زیبا کرده. آلن تورنهیل در سال 1921 در یک خانواده یهودی آلمانی تبار متولد شد. بعد از تحصیل در رشته تاریخ در آکسفورد، افسر و دستیار هنگ گلاسترشیر شد و بعد از جنگ جهانی دوم به مدت یک سال در ایتالیا به تدریس زبان انگلیسی پرداخت. همانجا بود که از مجسمه سازان دوران رنسانس مثل دوناتلو، گیبرتی و پیسانو الهام گرفت و به فعالیت در مسیر هنر علاقمند شد. شیفته کار با گل بود ولی ساخت ظروف سفالی به نظرش خسته کننده می آمد. با آشنا شدن با دو هنرمند بزرگ آن دوره، لین چدویک و جک گریوز، به مجسمه سازی گرایش پیدا کرد. برای ساخت پورتره‌ها اغلب از مدل استفاده می کرد ولی اکثر آثار بزرگ خود را به شکل بداهه می ساخت، بدون داشتن برنامه، طراحی یا اینکه از قبل بداند قصد ساخت چه حجمی را دارد. نصب دائمی 9 مجسمه بزرگ در امتداد رودخانه تیمز در پادنی، جنوب غربی لندن، مسیری به طول 2.5 کیلومتر برای پیاده روی و لذت بردن از هنر، کافه ها و رودخانه پدید آورده. همه مجسمه ها در اندازه طبیعی انسانند، اما از نظر سبکی تنوع دارند. تورنهیل تمام 9 قطعه را ابتدا از گل ساخته و آناتومی هر کدام را به نوعی در هم ریخته که حس ابهام بیشتری ایجاد کند. این مجسمه سال 89 پرده برداری شد و در واقع اولین مجسمه ایه در این مسیر که اینجا گذاشته شده و بقیه مجسمه ها در سال 2008 در این مسیر در کنار رودخونه تیمز گذاشته شدن که اینجا رو تبدیل کرده به یک نمایشگاه 24 ساعته که همیشه درش به عموم بازه. این مسیر بزرگترین چیدمان از آثار یک هنرمند در لندن است. پورتری مرلی مونرو اثر اندی وارهول، هنرمند آمریکایی، در حراج کریستیز به قیمت 195 میلیون دلار فروخته شد. این اثر تبدیل شد به گران قیمت ترین اثر قرن 20 که در یک حراج عمومی فروخته شده. The American Dream, Warhol's Sublime. The picture of Marilyn Monroe, arguably one of the most iconic pictures of the 20th century. ما امروز گرونترین نقاشی قرن 20 رو فروختیم. من خیلی به این افتخار میکنم و فکر میکنم همه همکارانم هم بهش افتخار میکنن. این یک دستاورد بزرگه، البته نه برای من، برای وارهول و مرلین. قبل از این رکورد گرونترین اثر وارهول با 103 میلیون دلار متعلق به تابلوی تصادف خودروی نقره‌ای بود. این نزدیک به دو برابر قبلیه. باز هم میگم در بین آثار هنری قرن 20 و آثار هنری آمریکایی این بالاترین رقمی که تا به حال پرداخت شده. نزدیک به 200 میلیون دلار. این رقم باید توی ذهن تهنشین بشه. Let it sink in. It's quite something. Gentlemen, at 170 million for the wall is selling here. To you, sir, $170 million.
آریان پور هنرمند ساکن تهران که نمایشگاه‌های زیادی در ایران، سوئیس، آمریکا، انگلستان، چین و کشورهای دیگه داشته، به تازگی نمایشگاه برباد رفته رو در کارخانه تاریخی قند کهریزگ افتتاح کرد. چیدمانی عظیم که از سال 96 به جریان افتاد و بعد از 5 سال هفته گذشته به نمایش در اومد. این اثر معلق طوری طراحی شده که هم از زمین و هم از بالکن‌های دور فضا میشه اون رو دید. آینه کاری منحصر به فرد با استفاده از المان‌های ایرانی روی بخشی از این اثر که شبیه به پارچه‌ای در باده و نورپردازی درخشان روی اثر به بیننده این حس رو میده که به خاطره‌ای که از هنر و فرهنگ این سرزمین داره نگاه می‌کنه. خاطره‌ای برباد رفته که بخش‌هایی ازش هنوز هم اگر با دقت نگاه کنیم قابل دیدنه. کارخانه قند کهریزک اولین کارخانه قند ایران و منطقه است و به گفته خود هنرمند جزء جدا نشدنی از پروژه بوده و در الهامات اولیه و رویکرد مفهومی اون نقش مهم و عمیقی داشته. هوش مصنوعی امروزه در خیلی از بخش‌های زندگی روزمره ما حضور داره که خب از جهاتی زندگی رو برای ما آسان‌تر می‌کنه و از بعضی جهات هم یه خورده ترسناکه. من شخصاً از اینکه موبایلم همه قدم‌ها و فعالیت‌های من رو رصد می‌کنه خوشحال نیستم و هنوز هم هر وقت جهشی در تکنولوژی روزمره اتفاق میفته من اولین حالتم حالت دفاعیه. مثلا هیچ وقت از کنترل صوتی هیچ دستگاهی مثل موبایل استفاده نمی کنم، چون دوست ندارم که یک دستگاه به همه حرفای من گوش بده. ولی حالا با هم بریم نگاهی بکنیم به جنبه های مثبت و منفی پیشرفت در هوش مصنوعی. AI یا هوش مصنوعی علم برنامه نویسی ماشین‌ها یا کامپیوترها برای بازتولید فرایندهای انسانی مانند یادگیری و تصمیم گیری است. پیشرفت‌های اخیر فناوری مثل طراحی الگوریتم‌های هوشمند که به طور مستقل تصمیم می‌گیرند برای رسیدن به هدف خود چه قدم‌هایی بردارند، باعث شده هوش مصنوعی گام‌های بزرگی به جلو بردارد و هرچه بیشتر وارد زندگی روزمره ما شود. گوشی‌های هوشمند هوشمندتر می‌شوند، دستیاران سایبری می‌توانند اطلاعات را در یک چشم به هم زدن پیدا کنند و وسایل نقلیه خودران به زودی می‌توانند ایمنی جاده‌ها را افزایش دهند و خطر خطای انسانی را تا حد زیادی از بین ببرند. هوش مصنوعی نوید دنیای بسیار کارآمد را می‌دهد که در آن ربات‌ها از بیماران ما مراقبت می‌کنند، یخچال‌های ما را پر می‌کنند، برای تعطیلات ما برنامه‌ریزی می‌کنند و کارهایی را که برای انسان خطر ناکس انجام می‌دهند. بازی کردن یک معیار مهم برای پیشرفت هوش مصنوعی است.
ثابت می‌کند که یک ماشین می‌تواند بعضی از کارهای فکری را بهتر از انسان انجام دهد. تسلط کامپیوتر بر شطرنج و بازی گو که یکی از قدیمی‌ترین بازی‌های رومیزی است، لحظه‌ای مهم در مسیر تلاش بشر برای ساخت ماشین‌های هوشمند بود. در پزشکی، نرم افزارها می‌توانند بیماری‌ها را از جمله بعضی از انواع سرطان به همان دقت یک پزشک واقعی تشخیص دهند. اما چگونگی سازگارسازی نیروی کار با این انقلاب صنعتی چهارم، ذهن اقتصاددانان و سیاستگزاران را به خود مشغول کرده است. وقتی ربات‌ها قادر به انجام دادن تقریباً هر کاری باشند که انسان انجام می‌دهد، میلیون‌ها شغل ممکن است در معرض خطر قرار گیرد. این نگرانی نیز وجود دارد که در صورت عدم نظارت، توسعه ابرهوش می‌تواند تهدیدی برای بشریت باشد، چون ماشین و کامپیوتر در هوش و منطق از انسان پیشی می‌گیرند. به کارگاه هادی محب‌علی سر می‌زنیم، هنرمندی که جانوران تخیلاتش رو می‌سازه. یکی از میگم واقعیت جذابیت‌های سرامیک اینه، یعنی شما همون لحظه که در میارید میتونید کارهای مختلف روش بکنید و میگم این فوق‌العاده است که محصول نهایی تونه، یعنی دیگه نیاز بدون نیاز به قالب گیری، خود اون اثر به شما یه بوم نقاشی هم میده که میتونید رنگای مختلف در واقع باش کار کنید و بر اساس اون نیازتون تجربه رو کنید. یه خانواده 5 نفری، 4 تا برادریم و 1 خواهر. پدر و مادرم اهل سبزوارن. برادر بزرگترم در واقع نقاش بود، کار هنری انجام میداد. منم از 7-8-9 سالگی خب میدیدمش، کارهایی که میکنه، موزیکایی که گوش میده، کتابایی که میخونه، با آدمای متفاوتی که رفت آمد میکنه. این خیلی برام جالب بود تو همون سن و سال. دیگه 26-27 سالگی درگیر یه سری تناقضاتی که حالا میگم یه بخشیش توی فلسفه، میگم چون خیلی علاقمند بودم و تیب حتی داستانایی میخوندم که یا حتی فیلمایی میدیدم که این تناقضات انسانی رو، این مسائل انسانی رو در واقع داشتن، من هم یه جورایی توی فرم درگیرش شدم. قبل تراش مثلا میگم کسایی که واقعا دوست داشتم، مثلا چه میدونم از میکلانج گرفته تا مثلا هنری مور، این فرما برام خیلی جذاب بود. یواش یواش میگم خب خواستم بیان شخصی خودم رو پیدا کنم، باعث شدش که من فکر کنم به یه سری جونورایی که تخیلی هن، جایی ندیدمشون، هر کاری با اینا انجام بدم.
از نظر تاریخی ما به هر حال قدمت چند هزار ساله داریم، شاید 7-8 هزار ساله داریم که کارهای پیدا شده که کار در واقع سفال و سرامیک انجام میدادن. حالا معمولا کارهای کاربردی بوده، گرچه پیکره هایی بوده که خب در واقع ریشه های مذهبی برای ادیان بودن. مردی که مرغ شد، این شروع داستان فیلمی دیدنی از سینمای مصر به کارگردانی عمر الظهیری. فیلم پرها در جشنواره‌های بین المللی زیادی تحسین شد و سال گذشته در جشنواره فیلم کن جایزه بزرگ هفته منتقدین را از آن خودش کرد. محمد عبدی با فیلمساز پرها گفتگوی اختصاصی کرده که با هم می‌بینیم. لما اعمل فلوس هجيله فيلا كبير في حمام سباحه كبير وترابيزه بلياردو كمان ترافقوا الاثنين. یک اتفاق تازه در سینمای عرب، فیلمی که همه چشما را در جشنواره‌های مختلف جهانی از جشنواره کن تا الگونا در مصر خیره کرد. پرها ساخته عمر الظهیری، فیلمساز مصری که داستان غریب سورئالی را در یک فضای رئالیستی تلخ روایت میکنند. It's about the journey of a wife. فیلم درباره سرگذشت زنیه که شوهرش در مهمانی تولد بچه‌شون به یک مرغ بدل میشه و داستان اینه که این زن چطور به زندگیش ادامه میده و احوال این مرغ چطوره. البته یک فیلم جدیه و یک فیلم کمدی نیست. برای من جالب بود که داستان شخصیتی رو بگم که از یک موقعیت داره رنج میبره، از یک مرغ بی‌خاصیت که به شکلی داستان زندگی این زنه. فیلم سفریه برای شناخت ناشناخته های این زن. من این شخصیت جذاب رو دنبال کردم که ناشناخته هاش رو کشف کنم. فیلمساز از نقاشی سود می‌جوید و هر نما را عمدتاً تأثیر پذیرفته از نقاشی‌های باروک و شیوه استفاده از نور کاراواجیو نقاش قرن 16 به دقت می‌چیند. شغلات ممتازه. The technique of the oil painting. از تکنیک نقاشی های رنگ روغن استفاده کردیم تا بتونیم اون رو به یک تکنیک نوع سینمایی بدل کنیم و از اون یک چیز کاملا متفاوت بسازیم. من و فیلم بردارم نقاشی های زیادی رو دیدیم و روش فکر کردیم تا بتونیم نماهایی شبیه به نقاشی رو به شیوه خودمون خلق کنیم. برای ما جالب بود که اینطور المان های بصری رو در فیلم داشته باشیم تا مخاطب رو در تمام مدت جذب کنیم به نماها. To keep the audience all the time attracted to the shots in the film. نماهای بلند و دوربین ثابت به کمک اثر می آیند تا دوربین ناظر فیلمساز به روایتگری هوشمند بدل شود که از ملودرام های شعاری معمول درباره فقر فاصله می گیرد. It was part of the technique to یک بخشی از تکنیک ما این بود که از ابتدا می‌خواستیم حضور دوربین رو از بین ببریم. برای همین حرکت دوربین رو حذف کردیم تا بتونیم دریافت خودمون رو از چیزی که داره اتفاق می‌افته با نمای ثابت با فاصله رعایت کنیم. برای درک شخصیت حرکات دوربین و ابزار تدوین رو کنار گذاشتیم و دوربین رو ثابت نگه داشتیم که در برای تماشاگر باز بمونه که بتونه وارد فیلم بشه. Very subtle and keep the open door for the audience to create their own story about the film. So it was like that.
موزیک ویدیوی انتهای برنامه از هیدو هدایتیه، خواننده‌ای که تجربیاتش در عکاسی و فیلمسازی به او کمک میکنه که موزیک ویدیوی اکثر آثارش رو هم خودش بسازه. من ازتون خداحافظی میکنم و دعوت میکنم به بخشی از مجاب با صدای هیدو هدایتی گوش بدید. نظرها، پیشنهادات و ویدیوهای افقی پنجرهتون رو هم مثل همیشه به ایمیل ما pangere@iranintel.com بفرستید. خدا نگهدار. این سر زلف پریشونتم دور سرت گشتم و حیرونتم، عاشق تو سون و زمستونتم، بندر دلتنگم و داغونتم، نم بارون بیابونمی، روزی هر روز منی جونمی، کله خرمای منی نونمی، نصفه وامون دورت ای سر ساحل بزن، محض خدا سیم و گپ دل بزن، تو پتشر سی دل غافل بزن، بیت میخونم تو فقط کل بزن.